به ادامه درس های قبلی خود، در درس گذشته ما راجع به ای که ویروس ها چی هستند و راجع به انواع ویروس ها بحث کردیم. امروز به خیر می خواهیم بالای موضوعاتی که ما امروز می خواهیم بحث کنیم، نشانه های وجود ویروس در کمپیوتر است و ای که ضد ویروس چی است و همچنان صندوق قرنطینه چیست. بالای این موارد ما بحث خواهد کردیم. در بحث اول ما نشانه های وجود ویروس در کمپیوتر است. یعنی وقتی که ما یک کمپیوتر ما را ویروس زده باشه یا ویروس بالای کمپیوتر ما حمله کرده باشه، کدام نشانه ها را از خود نمایش میده. بخش اولش این است که سیستم در هنگام راه اندازی قفل می شود. یعنی ما سیستم خود یا کمپیوتر خود از جریان از اینکه شروع میکنیم نه کار را بار شروع میکنیم، وقتی که بوت میکنه یا ویندوز میخواد بیاد، این قسمت کمپیوتر ما قفل میشه دفعتاً و بعد از او پیام کمبود حافظه در هنگام اجرای برنامه. فرضاً ما حافظه هاردسک که خالی داریم، لیکن یک برنامه را که ما اجرا میکنیم بر ما یک پیام میده که حافظه تو کم، یعنی شما با کمبود حافظه رو برستین یا به خاطر اجرای برنامه حافظه کافی موجود نیست. اختلال در کار چاپگر به این معنی که یعنی وقتی که ما ویروس زده باشه کمپیوتر ما را، یا کمپیوتر ما اصلا پرنت نمیکنه و یا هم اگه پرنت کرد چندین ورقه به صورت ناخواسته پرنت میکنه، یا مثلا ما با کار میکنیم با کمپیوتر ما دفعتاً پرنتر یک ورقه به صورت دلخوا پرنت میکنه که ورقه ما اصلا نخواستیم که پرنت کنیم، یا اصلا ما با چاپگر یا پرنتر ما کار نداریم. عدم دسترسی به پارتیشن های هارد دیسک. مثلا ما نمیتونیم به هر قسمت از هارد دیسک خود دسترسی داشته باشیم، یا در هر پارتیشن های از هارد دیسک ما انجام دادیم ما نمیتونیم دسترسی پیدا کنیم. و بعد از او همچنان فایل های پیام های مثل فایل کرپتد و یا هم فایل دمیج بر ما نمایش داده میشه. یک فایل رو رن میکنیم میخواییم باز کنیم، دفعتاً بر ما یک پیام که فایل از دمیج، یعنی فایل آسیب دیده و یا کرپتد خراب شده و یا هم فایل دمیجی فایل ما آسیب دیده. و نمایش حروف یا پیغام های غیر عادی در صفحه انگام اجرای فایل. ما میخواییم که یک فایل رن کنیم، در جریان اجرا کردن این فایل با ما حروف یا بعضی حروف به صورت غیرعادی بر ما نمایش میده، یا بعضی پیام ها را به صورت غیرعادی و ناخواسته بر ما نمایش میده. دیگه مشکل دیگه که از مشکل در هنگام اجرای محیط های گرافیکی است. ما یک محیط گرافیکی را باز میکنیم، فرضاً بر ما پیام میده که شما گرافیکتان درست نیست و یا هم به این شکل یک پیام میده و همین فایل که به محیط گرافیکی نیاز داره اصلا اجرا نمیشه و یا هم اگه اجرا میشه با مشکل اجرا میشه. دیگه صداهای غیر معمول یا موسیقی ها از بلندگو. ما صداهایی را که قبلا در جینا کمپیوتر ما پیش ازی که به فایل به ویروس ها آلوده شده باشه نمیشوندیم، دفعتاً یک صدا از کمپیوتر ما پلی میشه و دفعتاً همین خود بلندگوی کمپیوتر فعال میشه و یک موزیک به صورت دلخواه پلی میکنم. دیگه قفل شدن برنامه هنگام اجرا. ما یک برنامه خود باز میکنیم، دفعتاً بدون از اینکه این برنامه اجرا شوه یا در جریان از اینکه برنامه خواه اجرا شوه، دفعتاً این برنامه لاک میشه یا قفل میشه. دیگه ما به یکی از نشانه های دیگه که ویروس در کمپیوتر ما موجود است است که یا یک بخش از اطلاعات ما یا تمام اطلاعاتی که در هارد دیسک ما موجود بود به صورت ناخواسته حذف میشه یا پاک میشه، که ما نمیخواستیم که اونها حذف شه، لیکن چون که یک ویروس حمله کرده و اطلاعات ما یا بخشی از این اطلاعات ما یا تمام اطلاعات ما که موجود بود حذف میشه. کاهش سرعت سیستم. سرعت سیستم ما به صورت غیر معمول، یعنی به صورتی که اصلا قابل تصور نبود، یا مثلا قبلا بسیار سرعت داشت لیکن به صورت بسیار زیاد کاهش پیدا میکنه. یک برنامه را ما میخواییم رن کنیم چندین دقیقه وقت ما را میگیره، در حالی که همون برنامه اگر ما قبلا میخواستیم اجرا کنیم حتی یک دقیقه یا دو دقیقه وقت هم یا کمتر از مثلا چند ثانیه وقت میگرفت. کاهش فضای خالی بدون افزودن فایل. ما در هارد دیسک خود جای خالی زیاد داریم، لیکن بدون از اینکه فایل اضافه کنیم یا فایل ادیت کنیم یا ویرایش بکنیم، جای خالی هارد دیسک ما بسیار زیاد دفعتاً کم میشه یا نمایش نمیده. جای خالی بسیار زیاد کمتر از چیزی است چیزی را نمایش میده که واقعا است. عدم اجرای برنامه یا اجرای برنامه با خطا. یک برنامه را ما میخواهیم رن کنیم یا اصلا رن نمیشه، یا اگر رن شد با ارورها یا خطاها همراه میباشه.
و همچنان افزایش مقدار ارسال و دریافت اطلاعات هنگام استفاده از اینترنت. وقتی که ما اینترنت کار میکنیم، امی اطلاعات ما، ارسال و دریافت اطلاعات ما بسیار زیاد میباشه مقدارش، لیکن مثلا یک فایل را که بسیار سایز کم داره ما میخواییم به اشتراک بگذاریم، بسیار یک مقدار زیاد دیتا را ای استفاده میکنه و یا مورد استفاده قرار میده. و همچنان ارسال و دریافت نامه های الکترونیکی به صورت خودکار، به این معنی که ما بدون از اینکه به کسی بخواییم ایمیل روان کنیم، برای ما ایمیل ارسال میشه، و یا هم بدون از اینکه خواسته باشیم یک ایمیل از یک شخص جانب مقابل که اصلا به ما ارسال نکرده، به ما از ایمیل دریافت میکنیم. وقتی که ما این نشانه ها را میبینیم در کامپیوتر خود، به این معنی که کامپیوتر ما ویروس، یعنی آلوده با ویروس شده، و ما باید راهکار مناسب به خاطر حذف کردن یا از بین بردن این ویروس ها دریافت کنیم. یکی از راهکارهای مهم و اساسی به خاطر مقابله با ویروس ها اپلیکیشن های ضد ویروس هستند. ضد ویروس ها که هستند، بانک اطلاعات یا دیتابیس های ویروس ها را در خود دارن، یعنی هر نوع ویروسی که ساخته میشه اونا ضد ویروس اطلاعات راجع به اون ویروس در خود داره، و به مجرد از اینکه همین اطلاعات یا همین ویروس ها بخواهند داخل کامپیوتر ما شوه، این ضد ویروس ها اونا را شناسایی میکنه و ما یک هشدار میده که یک فایل آلوده به ویروس میخواه به کامپیوتر شما داخل شوه. ما انواع و اقسام ضد ویروس ها داریم. فرضاً برنامه اواست آنتی ویروس است که توسط شرکت الویل و از کشور جمهوری چک ساخته شده، و می شکل آنتی ویروس اویرا، کاسپرسکای، مکافی، مایکروسافت فری فارم، کلاینت سکیورتی. ای از جمله نوع برنامه هایی هستند که هر جمله انواع برنامه های ضد ویروس هستند، و هدف اینا از بین بردن ویروس ها و نگهداری کامپیوتر ما از حمله احتمالی ویروس ها می باشند. ضد ویروس ها چگونه کار میکنند؟ وقتی که یک ویروس میخواه وارد کامپیوتر ما شوه، امی چون که ما قبلا گفتیم که در بانک اطلاعات یا دیتابیس ضد ویروس ها تمام اطلاعات راجع به ویروس های که جدیدن ساخته شده و همچنان ویروس هایی که از قبل موجود بود یا ویروس هایی که جدیدن ساخته شده در بانک اطلاعاتیش معلومات راجع به اونا میباشه، و با می که ضد یک اپلیکیشن را میبینه که در بانک اطلاعات یا دیتابیسش من حیث ویروس شناخته شده، عاجل به ما یک پیام میده که این فایل که خودش یک نوع ویروس است میخواد وارد کامپیوتر شما شود، و بعد از او با ما حق انتخاب میده که با این فایل چی کنیم، حذفش کنیم یا به صندوق قرنطینه انتقال بدیم یا هر چیزی که خود ما خواسته باشیم. همچنان وقتی که ضد ویروس ها ویروس های جدید به بازار میاد، می کمپانی های سازنده ضد ویروس ها این ویروس ها را در بانک اطلاعاتی در بانک اطلاعاتی خود اضافه میکنه، و بعد از اونها را به توسط یک اپدیت دوباره به بازار ارائه میکنه، و ما میتونیم با اپدیت کردن همین ضد ویروس خود از آخرین ویروس هایی که ساخته شده هم پروتکت باشیم یا کامپیوتر ما محافظت شود. و بعد از اون برنامه ضد ویروس، ویروس را چگونه شناسایی میکنه؟ برنامه های ضد ویروس اغلب در دو زمان میتونن که یک ویروس شناسایی کنه. بخش اولش بررسی بیدرنگ است. مثلا ما زیاد دیدیم وقتی که یک ضد ویروس در کامپیوتر خود نصب میکنیم، به مجرد از اینکه یک فلش در کامپیوتر خود وصل کنیم و یا یک هارد دیسک وصل کنیم، بر ما عاجل یک پیام میده که این فایل ها در این هارد دیسک یا در این فایلی که خودت میخوای شامل وارد کامپیوترت بسازی موجود است. در همین قسمتی را شناسایی میکنه و با ما پیام میده که خودت میخوایی با این فایل ما چی کنیم. و بخش دومش بررسی مطابق به خواست استفاده کننده است. در این قسمت ما یک درایو، یک فولدر یا یک بخش به دل خود میخواییم که اسکن شوه، و اگر کدام فایل در اونجا ویروس در اونجا موجود است باید تو را حذف کنیم یا هر کاری خواسته باشیم با ویروس انجام بدیم. مثلا ما در یک فولدر خود اشتباه داریم که شاید اینجا یک ویروس جا گرفته باشه، میتونیم انتخاب کنیم و او را اسکن کنیم. و بخش بعدی صندوق قرنطینه چیز. برنامه های ضد ویروس یک بخش را به عنوان صندوق قرنطینه داره که به مثل سطل بازیابی یا ریسایکل بن در آن دوز عمل میکنه. این صندوق قرنطینه فایل هایی را که احتمالا بعدا یوزر یا کاربر از او استفاده کنه لیکن آلوده و ویروس شده، ای را در خود جای میده، و
و در حالت عادی اینا غیر فعال هستن و فقط فقط وقت فعال میشه که یوزر بخواد از این استفاده کنه یا کاربر استفاده کنه دیم کامپیوتر بخواد که از او استفاده کنه. فقط اون وقت این برنامه های همی برنامه از صندوق قرنطینه بیرون شده و کار یعنی همو کار یوزر که اجرا شد دوباره بسی به صندوق قرنطینه میره و بروز رسانی برنامه های ضد ویروس. ایره ما در سلاید قبلی هم بالاش بحث کردیم، میگه که در آخرین دریافت های یعنی آخرین ویروس ها را و جدیدترین اطلاعات در مورد ویروس ها را از طرف شرکت سازنده در بانک اطلاعاتی دیتابیس ها در بانک اطلاعاتی ضد ویروس ها ذخیره میشه و ما میتونیم ضد ویروس خود اپدیت کنیم، بروز رسانی کنیم تا از ویروس های جدید هم در امان باشیم. و بروز رسانی بانک اطلاعاتی ویروس ها وقتی که ما یک ویروس جدید یعنی یک ویروس جدید میاید روی کار میاید و هکرها یا کسایی که این بدافزار یا ویروس ساختن یک ویروس جدید ارائه میکنن، کمپانی های ضد ویروس هم این امیر فقط در بانک اطلاعاتی خود مشخصات اضافه میکنن و من حیث یک پچ اونا را به بازار دوباره ارائه میکنه و ما میتونیم با نصب کردن از او امی بانک اطلاعاتی ویروس های خود اپدیت کنیم و بتونیم که کامپیوتر خود از آخرین ویروس های ساخته شده هم محافظت کنیم. خب درس امروزی ما در مورد ضد ویروس ها و کارکرد اونا در همین قسمت به پایان میرسه. تا روز بعدی، وقتتان خوش، خدا نگهدار.